سلام سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. یک جای متفاوت، یک برنامه متفاوت. امروز ما 5 ستاره، 1 ستاره ما از کارهای زیاده که با او دادیم از نگاه گزارش باشه و برنامه سازه باشه مصروفش کردیم، گفتیم تو یک چند روز مصروف باش تا که بخیر اینی سال یک کمک مشکل داشت که بخیر هم مشکلش رفع شوه. رشو جان یک چند وقت با ما نیسته دیگه. ما یک دوست و مهربان به اسم لالکو که امروز دیگه در کنار ماست، ما همراه خود گرفته آمدیم، خواستیم که یک یاد از خاطرات کنیم که همیشه لالکوی ما جای دیدن میکرد و از اونجا یک خاطرات داره. البته خاطرات غمگین نیست، خاطرات خوش است که لالکوی ما باز به منور قصه گکای خدا میکنه که اینجا کجا بود و کجا بود. همون که یک کتابک بریم. سلام دوستای عزیز، آرزومند هستم هر گوشه کنار دنیایی که باشین جور سیدمند سلامت باشین. بازم به گفه متمیم جان برنامه اینو دوستان و دوستا، ما هم به نوبه خود سلام های گرم زمستانی خود خدمت تک شما عزیزایی که بیننده هستید، در گوشه از کره خاکی که هستید سلام های زمستانی خود براتون تقدیم میکنم. اول به شما، باز به شما بیننده های عزیز، آمدیم به پارک وزیر اکبر خان. دوستا خواستن که مخاطراتی که ما سابق داشتم اینجا مخاطرات زنده بکنیم، با هم آمدیم هستیم انشاءالله دوستا با شما. سلام دوستا، امید که خوب و جور صحت سلامت باشید و در کنار خانواده هایتان همتا خوش آرام باشید، مثل ما جمعتان هم جمع باشد. امروز جای آمدیم متفاوت از دیگر جای ها، جایی است که هر هموطن و که بیرون از خارج است از گوشه گوشه نقطه نقطه اینی جای خاطره جالب داره. امید که تا آخر برنامه ما رو بیننده باشید. خب لالکوی قند جان، فضا حالا فضای دیگه از جگرخونی ها خود ما گذاشتیم، چون که با میبینید لبایم خنده است. بس خلاص، ما میخواییم از خوشی های تبدیل کنیم در جایی که خاطره داری، خاطرات که گذاشتوندی. اینجا تپه وزیر اکبر خان است، این کدام خاطرات خوش داشتی که ما را اینجا گرفته آمدی که یک چند لحظه ما هم خاطرات خوش همراه دوستا بشنویم؟ خاطره همون روزی که ما سفر داشتم میرفتم ترک وطن میکردم، یک روز پیش آمدیم همیجا با جمع دوستا حالا جان نیست که نامشان رو ببرم، این همیجا آمدیم خداحافظی آخر ما از همیجا بوده. خب ما امروز که شما را آوردیم به ما خاطر که همون خاطرات همون روز که بسیار به ما تلق بود، خداحافظی از وطن بود، از یک جای زیبا بود و از هموطن ها بود، از دوست ها، عزیز ها، از فامیل بود. و شما را هم گاردم به مخاطر که یاد از امروز زنده شده و امروز الحمدلله بسیار خوش هستم، بسیار زیاد که هیچ بیان کردنی نیست و چه خواستم بیان کنم. امروز دیگه تو باید لبخند بزنی. لبخند من همه شد روزی هست که قدم به قدم لبخند بزنی. خوش خوشحال باشید. روز لبخند زدن است. روز لبخند زدن است. تشکر از امارات اسلامی که امروز خدمت کرده. با واقعیت بخصوص که لالکوی ما آورد اینجا را بسیار تغییرات شدید و زیاد جهان را متوجه شد که زیاد تغییر آمده، بخصوص این سنگ ها وقتی که میگه من بودم نبود، دور نبود، مسجد زیر کار بود. نه نبود، نبود، نه او این مسجد بود، بقل گنبزیگه که بقل یعنی فکر کار نکرده. بسیار تغییرات آمد، بسیار تغییرات آمد، بسیار زیاد. دوستا ما خواستیم که بلالکو جان ما از همه هر جای افغانستان که خاطره داره، فرض مثال اولین مطلب ما کابل است که باید کابل در جای زیبا در جایی که خاطره داره در هر رقم جای افغانستان ما لالکوی ما رو چکر بتیم. انشالله که دیگه از او جگرخونی ها و از او رنجیدگی و زرجدیدگی که در مسافرت دیده انشالله که دیگه در وطن نیست و نمیبینی انشالله دیگه. با
وطن ما جور است که چندین بعد از چندین سال آمدیم بسیار خوش هستم از خوشحالی این لب دانم خواب شده از گب زدن ماندیم جمشه جان پشت کدام نقطه شار دق شده به خدای شار ما شما میگه وطن مادر است وطن خو مادر است پشت هر گوشش آدم دق میشه زیافتر کجا پشت شار نو دق شده وزیر اکبر خان تپه نادر خان سر طرف سر کتل پغمان قرغه خب یک شوخی کنیم مالیج سر ما قار نشه زیادتر قرغه قرغه و واقعا جای تفریح است قرغه خاطرات خوب داره دیگه میریم بخیر اگه از اونجا خاطرات داشتیم اونجا رام در تصویر میکشیم و دهی تغییرات که آمدی چطور است؟ افغانستان در حالت پیشرفت است یا هنوز پس ما نه نه الحمدلله در حالت رشد است خدا هم خیر بده حکومت داره را لالکو قرغه گفته لالکو وقتی تو در افغانستان بودی او قرغه بسیار زیاد بود اما چی بگویم دیگه؟ بال خوش کرد بسیار خوش سالی است در مجموع خوش سالی است لالکو جان تا اینجا روشنی بکنه لالکو جان ما را تا اینجا در دفتر گفت سالیم جان ما را در یک تو یک جایی ببر که بلندتر از نسبت به کابل دیگه باشه که ما از اون بلندی کابل خود یک سیل بکنم که دخوردم پشت کابل جان ما دیگه ما خواستم که تامین جان بس به تو مانگی کردم که و امروز هم سلیم جان جای آوردیم که خودشان خاطره داره تمام دوستایی که در مسافرت هستن کلشان خاطره دارن کسایی که در مسافرت هستی به نمایندگی از شما ما اومدیم این عزیز دیدن میکنیم خب به جای شما ما بسیار خوشحال هستم قسم گرده اینچه میگردی همون تو ایران نمیگشتی؟ نه نه شبیر جان در ایران کی میتونی تو بگردی آزاد پروال و آزیجا خو میتونی پرواز کنی آزیجا پرتی خدا و اونو خب ما در نقطه رسیدیم که از اینجا یک طرف البته کابل دیده میشه که موقعت های کجا برد بگیم که تپه نادرخان دیده میشه از این موقعت مکمل وزیر اکبر خان در پوشش هسته سرک مکرویان چار بخارخانه گفته میشه که امو منار بخارخانه هم دیده میشه در روی تصویر اگه جمع شد جان هست دیگه اینی موقع کوی تلویزیون است اجده منزل است داخل شهر کابل است که موقع دی افغانان است و جوشید است و در کل همی کابل زیبای ماست این امروز تغییرات زیاد نامخود آمده در این تغییرات که پیش روی چشم میبینی کدام موقعیتش در خاطراتت است که یک وقت از اینجا مستقیم دیده میشد امروز همین بلند منظرهایی را که دیده میتونی فعلا آباد شده او دمروی شگرفته دیده نمیشه ماشاءالله زیاد آبادی شده زیاد بلند منظرها جور شده خدا هم مردم ما را توان بده یک سال حرامی باشه که روز بر روز همون در رشد باشه رشد کرده برند به امید ترقی بیشتر و بیشتر امشالله خوب همیت آمده بله امروز شاهده این همینجا کلگی هست که فضل خدا یک تق خالی نمیشه از نگاه احمد خاطر همگی جمع است امروز مسافرهای ما که در دیگه کشورها زندگی میکنه پس دوباره که بر رخصتی های خود برمیگرده میبینه وضعیت افغانستان با واقع تغییر کرده از نگاه تنها امیتش نی از آبادی هایش از همه چیزش یگانه مشکلی که داره ما فعلا یک کمه که این همین بیکاری است که روی جوان ها را مثل لالکوی ما که بسیار جوان های ما میره در کشورهای دیگه مهاجرت میکنه به دیگه کشورها او ات یک روزی بیای که کل مردم پس بیای به می خواه که خود اینمی زیبایی را که ما میبینیم باید ده برابر از زیبایی افغانستان زیاد شد شاید بخاطر آمده باشی روز آخر از خداحافظیت که کل جای دیده میتونی یک خداحافظی در کل شاید کده باشی خداحافظی همو تو گریان کده بای بای کده از کل جای رفته و باز من لذت شد از اونجا کده این رقمی میتونم ببینم اینه اوایش آزاد همه چیزش تنفسش کل چیزش یک خاطره جالب خود تمیم جان که لالکو گفت من در قسمت کدام قسمتش بود که گفتی زیاد بودی پران آزاد میکردم یک تار از گفته شد آزاد خریدم اما قصد خودت کنم؟ او خدا و پایین بود تو جا بود گودی پران بازی ها میکردن جمع شد یعنی جمعی آمدن خب رضای خدا باشه باز میهیم بخیر باز میهیم باز میهیم نگه یک تار خریده بودم تا اینجا تار که شب در خانه میبودم در قاط شیشه شرفتی دی توک میدنم که پیس شد او چیز شیشه میزد او خدا دوران و خرطرکی ها بود تارای ماشینی را میگردیم شیشه جور خود ما شیشه میدادیم خب نام خدا شرپندی ها میکردیم چطور جمع جوش از اینجا مردم گریبارش از اینکه مردم از هر جای میایه بخصوص از گفتم باز مسافرای ما که از دیگه کشورها میایه اینجا
جایی که میاین به دیدن اینجا میاین. بسیار یک جای زیبا دیدنی است. هر طرف از این سو دیده میشه. چطور است موقعیت؟ اینجا که من پس همون دلچسپی که سابق داشتن و من پس تازه میشم. دیگه دل کس نمیشه که از اینجا برم. میریم دیگه قرقه میریم. دوستای عزیز، ما خود تپه وزیر اکبر خان آمدیم. یک کم از خاطرات شهر تازه کردیم. البته خاطرات خوش شهر. میخوایم این خاطرات شهر دوگام شیرین تر بسازیم. ما میریم بخیر طرف قرقه. بریم بخیر. بریم بخیر. سیر شدنی خود نیستیم جمع شو جام. خب دوستای عزیز، ما تپه وزیر اکبر خان تمام کردیم. خوشبختانه حال آمدیم بند قرقه، جایی که تمام دوستا از اینجا خاطره داره. خاطره بسیار شیرین که هر روز اینجا جای تفریح بود، مردم زیادتر می آمد به دیدن اینجا و جای دیدنی بود و لولکوی ما همه یک جای آمده بود و خواستیم که لولکوی خودت بیاریم در جایی که از اینجا خاطره داره و خاطرات شد دوباره ما بتانیم تازه کنیم. چطور لالکو جان؟ وضای از اینجا حال چطور است؟ خاطرات چطور است؟ پس دوباره به ذهنت آمد اینجا همین موقعیت چطور بود؟ بله. او یکانه جگرخونی که داره او کم شده. خب. او دیگه خاطرات گفتی مرای تو بیادت یک سنه انداختی که یک روز با جمع دوستا آمده بودیم اینجا جمشه جان. در وقتی که خداحافظی کردیم از اینجا می رفتیم، پس هم یک تا از دیوالا صدا کردن که اگر اوبازی می کنیم باز می ریم. اوبازی کرده بودیم، چون اوبازی را صحیح هیچ کدام ما یاد نداشتیم. تا پیش ها می رفتیم دمی دما خود را تر کردیم، مقصد نام اوبازی را گرفتیم ما اوبازی کردیم. خویی که پس دوباره دور خوردیم، گفتیم باز اگر اوبازی می کنیم اینجا آمدیم، یک اندیوال ما غرق شد. اوبازی را هیچ کسی یاد نداشت. ما وزنم زیاد بود تو وقت، 105 کیلو بودم. ما خود وار خطا شدم، انداختم کردم کالا مالا. انداختم جالبیش در چی که وقتی خود انداختم که من خودم از کنترل خارج شدم، او بیخی یادم رفت، من خودم غرق شدم. اینجا بیره بار زیاد بود، اگر خود انداختن ما را کشیدن. از اوجه دیگه هم یک هفته دیگه من سر حال نمی آمد. برو بچه اگه که بچه برین کار تا نکنیم، برین برو بچه اگه کار تا که همی دیدن او همو سنه یادم آمد جمشه جان. واقعا لالکو جان، آبازی که کسی یاد نداشته باشن نباید در او زیاب خدا پرتتمین جان. یکی دیگه که کتت نباشه تنها باشی در او کمم نباید خدا پرتی، بخاطر از اینکه لالکو جان یکم تایش هستن که با می او نپستنگی پیدا میکنن. دا او که خودمون دازن نفسش خیت میشه، دان گوش بینی کلش بند میشه. او خوب معلوم دار است که باز بیزو میمونه. خب آدم باید کوشش بکنه که نباید یک کار ظلم و زیادتی را سر خود بکنه. این را ظلم میگن. یک نفر آبازی بلد نیست، دند خرقه خدا پرته صحیح است، شوق داره، زیاد خوشش میایه. من خودم خوشم میایه، آیا نمیتونم نمیندازم خدا. خب سلیم جان، او این بند قرقه با تمام دوستان معلوم است که مت داره داخلش و هر کسی که داخل از این بره او مت اجازه نمیده پس دوباره او بره پاید بخوره، دستت بخوره، بند میمونی خطر صد فیصدی داره. و ما تجربه بعد خود از اینجا به یک بار تازه به این دفتر که ما فعلا چیز کم یک سال میشه که ما در این دفتر هستیم. شروع کار ما بود، ما آمه جان، شبیر جان، زمیر جان یک سفر طرف کتی رشادشان بودیم، طرف غربند داشتیم. ما تصادف که از خاطر که مواد ریکارد کرده بودیم، ما میخواستیم مواد بیاریم، خبر شدیم که دو دانه جوان داخل بند قرقه غرق شده. ما خود به مو حالت زود رساندیم، ساعت 12 بجه غرق شده بود. شش شام یک دانش کشیدیم، او رو هم توسط چنگک ها شش ساعت زیره بود. دو جوان بود، دور از ما و شما باشه و یکی شما مو نوخت شده بود چون که ما هم کار داشتیم دیگه، جای ها رفتم نیدیدیم
دیگه شب باز همه قفا میدم که پسان شب پیدا کردن دیگه که گوه همه چون حقیقت داشت یعنی منطقه بسیار جگر خون کننده بود. ما هر بار که از این پند میاییم دیدن میکنم یاد به مو خاطرات رو مرمی برم که امو حالت یاد میاد. خب برو بازم حال ما در جای نیستیم که خدا نخواسته جگر خون باشیم، جای خوشی است. امروز خوشی ما اضافه شده. چطور شبی جان امو تو نشده؟ تمیم جان از خوشی گفتی پیشتر از امو تپی باشه دک برخان که همین کوهای پوشیده پر از برخ دیدم دیگم یادم آمد که همین آدمی هم دیگه پرنده بیبال است. پرنده بیبال است. 20 دقیقه پیش دمون چه بدهیم حالا 20 دقیقه دیر چه اینجا استیم. خب خوب اک فضای تازه داشت اونجا هم اینجا کس همه شما لوک دادی آدم میزنه به خودم تازه میکنه. اینجا جایی است که به کلگی خوشایند است نه؟ بله. اما از شما چهار نفر که به ما بسیار خوشایند. خاطره جالبت از اینجا چی است؟ بیشتر قصه کردن نه. خاطره جالبه. دوستای عزیز خیر است که آبازی کردن نمیتونین بیاین در وطنتان. اینم تو طبیعی که ما سیل میکنیم اینم تو اکسل خود کردن میتونین. این چقدر خوب خوشایند است جمشید جان اینا مرغاویام. میگردن ما شما را دید پرواز کرد. خب یک خاطرات خودم خسا کنم تمیم جان در ایران خاطرات ایران که یکم دوستای ما شما بیننده ما شما که در ایران هستن ای با خاص کر به ایرانی هست دوستای ایرانی ما شما من نو لالا کجان در ایران رفته بودم مردم گفت ایجا گشتی یک رقم صدا داره که وقت که رد مرزی میشه گشتی به یک صدای مو برای که یک صدای خاص داره. خب این صدا رو بچه ها در گوش ما شاندن گفتن اینی صدا رو که هر وقت شنیدی باز تو بگریزی گشت میایی رد مرزت نکنن. ما عادت کرده بودم که حتی که صدای آتش نشانی هم که میامد ما میگریختم، صدای امبولانس هم که میامد ما میگریختم. اتو روزی شده باشی لالا کجان تو کدام وقت صدای امبولانس شنیده باشی یا صدای آتش نشان شنیده باشی گریخته باشی که گشت آمد که مرا رد مرز نکنه. گوشه خر دقیق دل دتکانه هست و امبولانس هم که تیر میشه تو میگه خیلی آمده پیشت ما پیشت افغانی ها میگرده و مجبور هستی خود در کار میبوشی در خرید میبوشی در جای میبوشی خود گوشه بکنی. خب ما باید کوشش کنیم که هر جایی که میریم قانونی بریم، اگر قاچاق بریم قاچاق با واقعیت که مشکلات خود داره. همیار هم خوب طالب قسمت است. یک تعداد افغانی های ما هست که در کنار مردم ایران ما یک جای کار میکنن، یک جای با هم خوش هستن، حتی مثل برادر واره یک جای زندگی میکنن. در بینشان خدا نخواسته هیچ کدام مشکل نیست. اما بعض بسیار کم، تعداد کمش افغانی های ما را آزار میتن. خب ما با افغانی های خود امیره میگیم که خیر قاچاق نرین، امیره رسمی و قانونی برین خیر زحمتش در گردن بگیرین، اگر رونده هستین میرین قانونی برین لذت زیاد است. مثل لکوی ما واره خدا نخواسته پس جگر خون نشه که باز دوباره پس به می خاک بیایی. و امروز من میفهم که از روز که این داخل خاک خود شده انرژی هم گرفته، همه چیز گرفته، میمی چیرش تازه شده، لبخند از زبانش است، میفهم همه چیزش هم. خاطرات پس، خاطرات خوبت البته تازه شد. کلش تازه شد. حالا اگه اجازه شما باشه من یک دفعه به نمایندگی از کل افغانستان خاک از امیجر یک دفعه یک ماچ میکنم. الله اکبر. بشک قربان خاک افغانستان. هر قدم از افغانستان. دوستای عزیز میگه یک شعر است میگه دو موج زهستی گرامی تر است، یکیش مای هنو دیگرش مادر است. و صدقه مادرام شویم، صدقه خاک خودم شویم. مزمی جا یک موج میگرم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قربان خاکمو. عشق وطنش است، عشق
خدا خوب. چگر خوب نبا. خوشحاله خوشحاله دوستا که خوشحال شده که این امروز به وطن خوب برده. پس چیز نداشته باش. امروز دقیقت هستیجه. هیچ خیال کدام روز را نکو که در شاید در خوابت باشه. امروز امروز ما هستی. از این که جای زیبا میبریم. از این که جای خوب میبریم. ما خواستیم خاطرات را تازه کنیم. خاطرات را که جای داشتی. اینمی عشقت با ما دگه دگه همه چیز است امروز در خواب خدا چی شما را اون دوگر خون ساختم نه نه خدا نکنم خیلی نه شکر کشیدم از پروردگار عالمیان باز میگم شکر خدا اگه باز به وطن خود به خاک خود برگشتیم و از اینکه جای خوشی دیگه ایت نیست جمع شجا ما چه قسم اظهار کنم که ما چه قدر خوش هستم پور خدا هن میفهمه چرا خدا هن از قلب و از دل آگاه سو میفهم اگه ممیال چقدر قلبن خوشحال هستم لالکو وطن وطن از دیگر وطن وطن از وطن جان است تو میجه که اومدیم یک پتسان ما نکت نی؟ هیچ کس پتسان نکت کجا میری کجا نمیری دمال تو مردم که هستیم بالا میاد تو بسته میباشه حال فکر که بالا کایت وا شده خب لالکو جان بیانی هم از ایران نمون تو بمیبار اول یک تاچ داشته باش لذت او افغانستان از بند قرقره که یک وقت خاطره داشتی یا بازی هایی که دیجا امروز قسم که البته و سرده سگنه اگه بازی هم سرد نکده یا کم اگه دمیروی خود میزنیم باز بزن خدا تازه کامتو به میاد دورای کمینجا میامدی البته دیگه دوستا او وقت او تا اون قسمت ها بود بحبه دوستا جایتان خالی دیوال شما این ما و وطن دادی خود زده به نمایندگی از کل مسافر ها دوستا بسیار زیاد بسیار خوشایند است بسیار مزناک است و کسایی که آمده بودن دیده بودن او ها میفهمن که چی یک مزه خاص داره ایجا لالکو جان چی بگفتنی به دوستایی که خارج از کشور هستن چی گفتنی داری که بیاین در وطن نبیاین چی رخم خب خداوند یک آرامی یک صلح سرتاسری را در وطن ما شما برقرار بسازه یک کار بار جور شده به مردم که همه گی بخیزن بیان بخیر پس به ملک خود ملک بیگانه هیچ وقت ملک ما نمیشه هیچ وقت خانه ما نمیشه این می جای است که ما شما در این میجه پیدا شدیم پس این می خاک است که ما شما را قبول میکنه در دیگه جای همه جنازه های ما بسیار بیقدر است دوستایی که در خارج هستن میفهمن اینجا و یک گپ دیگه هم با دوستا وعده میتیم که تا یک ماه دیگه بلالکو شاید باشین که چقدر تغییرات میه چقدر با چهرش لبخند خوشی ازی کردم تازه تر بهتر میشه دوستا عزیز یک مطل است میگن میمان یک روز دو روز نه تا نو روز بس از میمانی هایتان هم بس کنین دیگه بیاین در وطن خود بیاین در آوش مادرتان بیاین خاکتان رو ببوسین وطن یک آرامش یک آرامی خاص خدا داره دوستا در هر کشوری که زیبا باشه مقبول باشه که هیچ جورایی نداشته باشه بازم آرامش که چیزی که در وطنت است در جنیا نداشته باشه آدم بیاین در وطنت هم بیاین اما تو میریم از تاست جمشید جان ما بخیر اما تو قلم زده قلم غد زده ما یک چیز رو به دوستا میگیم دوستایی که یک چیز بسیار جانانه را کمیشه اینجا آمده و نوشو جان کرده مولا لکوی ما را بعد از اونمو پل یک بار میبریم یک شورنه خود قرقه البته که وطنی خود داخل قرقه میباشه مردم جور میکنه یک شورنه خود همونتو مزدار جمشید جان بریم دیگه که بسیاریم با خیزوتر برنامه را تکمیل بکنه که بریم بخیر دانو موزد تمیم جان خب شورنه خود وطنی گفتیم اینه خلاصه ما بخید لازیم آده میشه خوب دقام شدیم بسیار زیاد بریم چطور میفهم دوستا عزیز اونجا پایین گفتیم که ما میریم شورنه خود خوردن و اونجا دانه که ماو زده بود نال آمدیم صبر ما بسیار به پایان رسیده و اگه اجازه همکارا باشه که بریم بخیر شورنه خود هر چی زودتر بخوریم برو خیلی یک فرمایش هم دادست تو خودت هست لالا کجا خود لالکو بده که دانه که لالکو هاو زده بود بلد که صد روپگی فرمایش میدی پینجا روپگی فرمایش میدی فقط بگو کاسار را پرد لخلا چطور دم اینجا یعنی جمشد تک ای کاغی گیره میکنی سلیم جان پیسه هم میتا صد روپگی گفته پیسه شما میتا مسادم یه چند لالا بب چطور هستی؟
جور هستی بخیر. نام خدا این کلوچی از خودت هست؟ بله آخر. خب مکتب میدی؟ مکتب بله. صنف چند هستی؟ صنف دو. صنف دو. نام خدا ایره راز بگو از طرف آخر چند نمره هستی؟ چند نمره شده گرد؟ نمی پایی اقصد هستی؟ لالا کتو بگه ایشتی که یکم گفت کدش بسید؟ شور نخود وطنیست یا خارجیست؟ وطنیست. دوستای عزیز نخود هیچ جایی به نخود وطن ما نمیرسن. یه خوشبویی را که نخود خود ما داره نخود لندن و امریکا هم نداره. جایتان خالی؟ بازم میگم جایتان خالی دیگه. ما اینال نوش جان میکنیم بسم الله که دیگه. خب بگو که چند روپایگی پرتا؟ آه ونه برو پنج خواب پرتا سنگل نه دبل نه مهین سنگل باشه بندازه. یه گفت دیگه متوجه شدی؟ تمیم وقتی کرده جمشو جان ما پنج ستاره بودیم دابل ترست شده باشه تمیم چی میخوری بود خودت فرمایش بده؟ امین گفت بخو واقعیت بگو. خب ما که هستیم ما خو تیر کرده بودیم این وضعیت ها را دیگه. لالا کوی ما که هست میمان هم هست. نه دابل جمشید نشینده بودیم یه گفت. نه جمشید جان روز اول که ما آمدم گفت چند داری؟ گفتم سی رو پگو یک سیت بولونی بخر شیرنی آمدانه تا. این سر خودت خریدی؟ یادت هست؟ سرمک شیرنی آمدانه خریدی؟ برمه کچولی شنه امروز لالکو تو خوشبخترین نماست که تو خودت فرمایش دیدی. بیا ما از برکت خودتون شما بسار مهمان با ما یک شنه پردی شما بسار مهمان نوازی کده یا از برکت خود دست مهمان شده خود نخوریم اینا مگه از برکت کدو؟ کرم هم میخورم. آلی بدر خدا بر از یاد داد. اگه نه بر از یاد مشون نمیخرم تو نخود میگه نخودم 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 وطنی نخودم نخودم وطنی باشد تمیم جان ده یک تش ننداز اخ کچالی تمیم هم به من پرد نه نمیخورم ده یک تو بکش یک من که چکنیش هم کم پردی کچالی از اون هم ده یکی دیگهش پرد هر کس از خدا فرمایش بته با مدلش با من نمک بر تو باز دیگه هیچ چیز نپا. نه کم فرمایش نداد. اول از من را جور که بته اگه یار ندادیم یا زیاد خوردن خو. آه. حالا که فرمایش ندادی ندادی باز پنجاه دادی یه فرمایش دادی. خب. دکانداری دست لامو کرد سه بار. بله. یه چیز را که خودت بگویی و پرسان نکنی نرخش بازو با مدل خود من داد از او که قیمتیش نیست امور من داد. خب دوستای عزیز شور نخود شور نخود بگی بگی سمیجان چکنیش در کدامش کم انداختی؟ در کلش یک انداز انداختی؟ همون جوهایی که به تفریه بیره انداختی؟ بگی دیگه خیشیز که شور نخود زیاد خوش دارن جوری را خوش دارن پله را خوش دارن دیگه مام جای تان خالی دیگه کم کم اینمی جا عقل شما رو ما میخوریم لالا کجان اینا رو یک بار بخو بیدیم از ایش چطور سه کم چکنی پرتو به من بیاین خیونوش یک ذره بریم گوشه بریم یک کاسه شو بگی دیگه شو باز کنیم اینه یک کاسه رو نمیده تو از دقیقه تا جمشه جان این حال ما میخوریم از ایش تو بگو چه قسمه هست یا بسم الله الرحمن الرحیم جایی که مقبول است نوش جان نوش جان زیادتر دوست هست دیگه ولایت هم اینجا میایه اینجا یک میمان هم داریم که از ولایت قندار هم اینجا آمدن نان هم اینجا میخورن دیگه مزایم شان نمیشیم ما هم خواستیم که یاد لالکوی ما را تازه کنیم یاد دوست ها را تازه کنیم و لالکوی ما که مصروف است که مصروف است که نام خدا دیگه شون نخود نخود وطن بسیار بخواهد نوش جان کنین بسم الله الرحمن الرحیم جمشه جان این حق دوست ها دیگه به اجازه دوست ها از طرف شما ما یک نوش جان میکنم به خدا تمیم جان در ملکانه امکانات زیاد از هر چیز میتونی که تو خوبش پخته کنی باید هر چقدر مرچ مساله پرتی همی کچولی با مرگ هیچ مزه نمیده مگه می جمعو همو جوش دادگیش بسیار مزه میده با واقع دیگه وطن وطن است بسیار مزه ناک است خدا هم شما را خیر بوده که من را آورده ایجا بیادا دوستا هر کس که بیایم ما در افغانستان میمانش میکنیم رقمی که لالکور را میبینین که میمان کردیم این همون تو هر چی که دل شما باشه این همون چیز را برای شما معاذر میکنیم تا کل ما با خدا آدن تو نم سرمه بیا خیلی آقا صاحب یکی تان جزوت بخوری دیگه نام وطنی گرفته شده دوستا جمشید جانم دیگه طاقتش نمی آیا چطور با جمشید جان مزیش یعنی نخورده ما گفتیم ما میخوریم مزیش امیراز شبقی بخدا ما نخورده نه ما
باطل هست باش که بیچه دکم هست. این فرمایش لالاکو بود. اگه را بخوری روز که ما در دفتر بودم یک دیگ برات شور نخود جوش میتم. با وقت چکنی خانگی هم جور میکنم برات. از مزه دیگه او پر خاطره برد من لالا کجان یک شور نخواد در دفتر ما باقی خود در دفتر پخته میگونی دلت یا در برنامه سفری گرفت اما تو برد یک شور نخواد تو جانونه میتونی جانونه است او میگه من نخورده بودم مای کام بگی جمشه جان که خودت هم گفت داشته باشی برو خب گوشکانی شد بخیالم که شبیر جان گفت که یک قاب دگاه من پت میخریم نه بازی یک رفتیم با جمشید نیزگی یک چیزه که خوبش میگه فرمایش میتیم چیزی دگاه فرمایش بده بیس نمیداز دگه سر دلال کو خب خواه اینه هرچی که میگن خرابات مصد خود جمشید نیست و نامد جمشه جان این حالا خودت باز این در این بوانه خودت هم نوش جان کردی مزهش ببی چطور است و جمشید خدا شکر فرمایش بعدی لالکو چی است؟ بگو لالکو را چی است؟ امو جمشه جان اگام چیز دگام اینقدر میمان نوازی میکنی اگام چیز دگام دلم نه دوید تصدیر چی نیخوا لالکو لالکو پسند نمیخوا یه تارم است دوید تصدیر چی نیخوا سراکو اونجا کانتین است نه ده ای جان نه ده اگام جایی که رسیده سعیست دوه ها امو که زیاد دوت میکنم اگر نخرید بازردگه برنامه یاد اولی میکنم امو را که در سر قوق میمانن پکه میکنن نامش یاد ندارم چی میگن؟ بیادر اتفاولش کف کس بیادر کباب جان بیادر کباب جان آفرین اگر نگفت مرد چکتا در دیگه برنامه یاد اولی میکنیم دوستا یک رخم دیگه میتونی که نان تا بگیری در موزادم و بغیر دوت کباب اسکار شوی خره زده بری نان تا جانم است. بیزو پیسه کباب خریدن خو ماشو بر نداریم. لالکو جانم رو یک نان خوش میخریم میریم در یک بازار کبابی. خدا انجام شه جان. کباب میزنیم. چی ما دیگه اول نفر یافتم خدا نان خوش بخیر بر در لب کبابی بیش که دودش داده و. مو تو ما گفتم. بیزو زور ما نمیرسه که دیگه دوستام کباب بخریم. اینا شل نخود خوردیم. بگو یه بچه. لالکو خدا کباب گم بخویم. شما فرمایشتونه با ما بگی باز ما جمشید جانم میگم و نمیریم نه فرمایش برد چی میخورین بچه ها؟ میمانیم با دست دوستا کمی جمشید جان لالکوی ما را یک چیز همه تو گفته بود که دودش مبرایه جمشید چه وقت بر ما میده؟ دوستایی که یک چیز عوصانه بود ما نان نخوردیم ساعت هم دیگه دوازده خوبی جوال اقرار شما میگیری تمیم جان جمشید جان خودم کباب آماده میشی دادی تصویر بعد از تصویر بر تو نه امیاد فیلن میگو کامره قد شد بزنگو اونه بر دیشت برو قبول هست تمی واده بتی که باز تدگه برنامه یاد اولی میکنی خب جمشه جان چطور است از این پارت ما هش دقیقه رفته اونجا هم رفتیم اونجا هم چقدر دیگه باید بریم حقیقتش که سر پلو میریم اما تو میریم کباب کردن خب لولکو کنم قاب دگان بخواییم نه نه باز چطور بود لذتش؟ بسیار خوبش بود، بسیار لذت بخش بود دوستای عزیز جایتان خالی امید دارم که تو دان مغزت دان شما نزده باشه دوستای عزیز چرا در دسترس شما نخواهید قرار داشته باشه در ملکا خیلی تو شور نخواد شاید باشه همه تو شور نخواد تو مذهب دار شور نخواد تو قرغه دهیت یک آب هوا، دهیت یک فضا دیگه خداوند لالکوی ما زیاد عرفا داره که با شما دوستا میخواه شریک بسازه اما آل قزود نه میمانیم کم کم پته 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 پیش میریم نمیشه کم تو کل گپاش یک دفعه ما بکشیم میمانیم دوستا متوجه باشه که ما دگه کجا میریم چی داریم بینینه ما باشه تمیم جان مگه در زندگی یک چیز مهم است که کیفیت زندگی است نمرو طولانی کیفیت زندگی در وطن است نام خدا این کیفیت نیست این نه هر یک از لذت بالا و کیفیت زندگی در آرامش در وطن است در پلی وطن دارا است در پلی دوست است در کنار فامیل است دیگه خدا جان شکر میکنیم که پس جور آرام با وطن خود باز ایجا قدم ماندیم در این قرغه زیبا قرغه که بسیار خاطره هاست ایجا بسیار از اندازه بسیار زیاد خب ما در تایم آمدیم
دوستا که هنوز تایم نیست که ازدهام داشته باشه، باز اونجا جوش خود داره و پسانتر شاید یک ساعت یا یک نیم ساعت بعد ازدهام خود داره، مردم زیادتر از طرف شام شمیه و تفریه و فعلا سرد است قدر مردم هم نمیاید. امسال یک خوشبختی بگویم یا بدبختی بگویم که بند یخ هم نگرفته، اما تو بند خشک و خالی است هنوز. هر سال مکمل لاله کوجان مکمل این بند یخ میگرفت، مردم بالای از این میرفت اسکی میزد، موتورسیکل میدوان، بایسکل میدوان، حتی هر رقم بازی های بچگانه که بود مردم از اینجا لذت میبرد. امسال دیگه هوا است یخ نزده و دیگه ما در موقع قرار داریم. سال گرم است امسال، سال گرم است، سال گرم است نسبت به سالهای دیگه تا اینجا با آخر امسال گرم است، به خاطر از اینکه در کابل بسیاری مردم در خانه خود بخاری هم ندارن. آیا پردایشان میشه؟ بازم خداوند مهربان است، خداوند بازم یک دلیل به بنده خود پیدا میکنه که یا خنک نخورن یا آواره گرم میکنه. خب امسال نسبت به سالهای دیگه تامین جان خوب بود که هوا گرم بود. یعنی میام رفیق ما شما نیست؟ شبیر جان ها موتر برد پیش استاد کرد همراه ما این پس شکر کامدی بنیدای عزیز ما اینم دورادور اینم کوی سفیده که مکمل اینم دورادور بند قرغه میبینی. البته در تصویر نزدیک ما معلوم میشه، ما هم از دید خود نزدیک میبینیم. ما شوا و روزا را منزل کردیم، در این جا رفتیم. امروز ما در جای موقع داریم خوشکز زیر پای ما مادن جای رفتیم که تا بندهای پای و حتی تا اینکای زنو را برف دیدیم، دیگر لذت داشت و لالکوی ما را هم بخیر دیگر خدا خواسته باشه که ما دینامو تا اگه میبینیم چارده و رو تا جای چکر ببریم، جای دیدانی را نشان میکنیم. با خدا بسیار دلم میخواهد جمع شد جان لالکو از این چهار دروازه کابل دیگر از ات نقطه جایی که خاطرات تستک میخوای تازهش کنی، فقط سرمه صدو کن بردن تو سرمه. خوب است رئیس مالی ما معلوم شد جمشید جان است، سر خودت هم فشار نیست، سر ما هم نیست، میریم بخیر هر طرف. مگم از خود ردی باب سرم گفتی کنی سر جمشید بخیر بخیر جواب بگم در افتمار نمیکنم. جواب من میگم لالا کجان در سفر که تو را ببریم، سفر سرسبزی را زیاب دوست داری، سفر کوی دشتی را زیاب دوست داری، برف زیاب دوست داری، کدام ولایت افغانستان را زیاب دوست داری که ما در ولایت ببریم؟ ولایت خود کل ولایت ها قلب ماست، دل ماست جمشید جان. و یک شک بگویم باز بعدگیش شاید توهین شود. یک شک از زیاد دوست می‌داشت؟ زیادتر نورستان است، نورستان و بعد از او لغمان است، چرا که اینجا زیاد سرسبزی داره. یک دفعه بخیر کابل خلاص شد بخیر ولایت هم دیگه لغمان است که کاش نامش لغمان جان میگرفتی. لغمان جان میفهمی چرا سلیم جان؟ به خاطر همی گلپی جان نگفتم میشه، زیاد گلپی اوجا میکارن نه؟ با گلپی کلگی جان نه؟ کلگی با گلپی بگی جان جان میگه. یک مولی خوب باید تو خوش میداشته باشی، با مولی خوب باید یک لغمان جان میگه. مولی طرف چیز از جلال آباد طرف صدوی مای پر می جلال آبای صدک خیلی اوان ضرورت داشتی اوان اونجا هست فریمان میریم بخیر. لبخندهایت مام یک فکوی یادم آمد، دو نفر با هم جنگ داشتن، یک دونه سگ از راه تیر شد، قرار جنگ از یاره که دید استادمان قرار همینجا طرف از این دو نفر سیل داشت، ناگهان که یک دونه گرگ آمد از سگ پرسان کرد که او سگ او دو نفر جنگ داره تو چرا سیل داری؟ و ما به خاطر سیل دهی داستم منتظر هستم کی دو تا یکی دیگه خود بچه سگ میگم، ما منتظر ماندیم که کدام از این بچه مست مکت خود ببرم. خب دوستای عزیز امید که برنامه ما مورد علاقه تان قرار گرفته باشه. این برنامه هم برنامه تفریحی بود، چکری بود که ما لالاکوی خود بعد از بسیار وقتا و سالا از دیگر کشور آوردیمش، جایی که خاطره داشت مقبول بود دیدن کرد. دیگر لالاکو جان هست با ما، انشاءالله بخیر برنامه بعدی ما ادامه داره. دوستا برنامه زیبا زیباتر ما بیننده باشیم. دوستا اگر بدگام دوستا که از پنج ستاره به دوای دوستا که تشویق ما کنین که بودن تا نفرماش نکن، نظرات شما هم مهم است که انشالله شش ستاره افغانستان شوید. خوب چیز نمیگفتم چیز خاص نمیگفتم، امیر هم میگفتم که بیننده های عزیز
اگر در جریان ثبت برنامه از ما کدام سهو خطایی شده باشه شما به بزرگواری خود ما رفع بکنید. ما منتظر نظریات، پیشنهاد، انتقادات شما هستیم. همین انتقادات شماست که ما رای خود پیدا میکنیم و قدم های ما کمتر میمانیم. دیگر دعا بکنید، از دعای خیرتان فراموش نکنید. با امید دیدار دوباره.